مدافع آلمان چطور از کریستیانو رونالدو انتقام گرفت؟ پایان طلسم ناکامی. لوکاتلی بالاتر از رونالدو و تمام اروپا بهترین دریبل زن رقابت‌های یورو. اریکسن به زندگی بازگشت، به فوتبال چطور؟ رونالدو مدال 200 متر المپیک می‌خواهد. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. رابرت لواندوفسکی ستاره تیم ملی فوتبال لهستان شب گذشته سرانجام در یک مسابقه حساس برای تیم ملی کشورش موفق به گلزنی شد. فرانکی دیانگ هافبک تیم ملی هلند و باشگاه بارسا در رقابت‌های یورو بیشترین دریبل را داشته است. مانوئل لوکاتلی پدیده تیم ملی ایتالیا در رقابت‌های یورو 2020 در صدر بهترین بازیکنان این رقابت‌ها حضور دارد. سابرینا کویستنسن همسر کریستیان اریکسن پس از کابوسی که در استادیوم پارکن اثر گذراند حالا تنها به دنبال آرامش است. داستان تقابل رونالدو با مدافع تیم ملی فوتبال آلمان رابین گوسنس که در سری آ نیز بازی میکند با دیدار تیم‌های یوونتوس در سری آ برمیگردد که پس از پایان جدال دو تیم دفاع آلمانی با سراغ رونالدو میرود و از او پیراهنش را درخواست میکند که ظاهرا آنطوری که گوسنس اعلام کرده رونالدو خیلی رک به این بازیکن پاسخ منفی داده و از او دور شده است. پس از این اتفاق هم گوسنس احساس شرمندگی کرده و از این رفتار رونالدو به شدت ناراحت شده است. حالا پس از ماها این دو با لباس تیم ملی کشورشان در رقابت‌های مهم جام ملت‌های اروپا به مساف هم رفتند که البته این بار نوبت به انتقام بازیکن آلمانی رسید. شب گذشته و زمانی که جدال دو تیم با نتیجه 1-1 مساوی دنبال می‌شد، گوسنس با ضربه سر تماشاییش گل دوم مانشافت را زد و بازی را 2-1 به سود تیمش کرد. او پس از گلزنی نیز خوشحالی جالب به سوی رونالدو با بلند کردن دست و نشان دادن عضلاتش کرد که به شکل او را پس از بی‌اعتنایی رونالدو آرام کرده است. گوسنس پس از بازی نیز گفت: این بار از رونالدو درخواست پیراهن نکردم. رونالدو که دیشب سرانجام برای اولین بار دروازه آلمان را در تاریخ جدال‌های رودارو باز کرد و البته با زدن گل شماره 107 به دو قدمی برابری با رکورد آقای گل جهان رسید. همچنین به رکورد کلاوزه بازیکن سابق تیم ملی آلمان رسید که در رقابت‌های یورو موفق به زدن 12 گل می‌شود. رونالدو و یارانش که مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها هستند امیدوارند که در جدال پایانی مرحله گروهی با شکست فرانسه راهی دور بعدی مسابقات شوند. رونالدو پس از پایان بازی دیشب با انتشار پست نوشت: اعتبار به همان اندازه که ما انجام می‌دهیم. کریستیانو رونالدو ابر ستاره تیم ملی پرتغال یک بار دیگر سرعت بالای خود را به رخ کشید، آن هم در سن 36 سالگی. صحنه ای که رونالدو موفق به گلزنی مقابل آلمان شد خیلی زود مورد توجه رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت، چرا که سرعت او در انتقال از زمین خود به محوطه جریمه حریف شگفت‌انگیز بود. با توجه به فشار اولی آلمان، رونالدو برای کمک به خط دفاعی تا محوطه جریمه خودی عقب رفته بود. او در دقیقه 14 و 3 ثانیه برای قطع کردن ارسال حریف به هوا برخاست و تنها 5 ثانیه بعد شاهد حضورش در منهای زمین خودی بودیم. رونالدو در عرض 10 ثانیه نیز خود را از این منطقه به دهانه دروازه حریف رساند تا پاس دیگو جوتا را با یک بغل پای نرم به طور دروازه آلمان بچسباند. کل زمانی که رونالدو از محوطه جریمه خود به محوطه جریمه حریف و به ثمر رساندن گل نیاز داشت تنها 15 ثانیه بود. البته اگر از لحظه استارت شدن رونالدو برای اضافه شدن به ضد حمله را مورد محاسبه قرار دهیم، به عدد شگفت‌انگیز 9 ثانیه خواهیم رسید. زمانی که رونالدو برای طی کردن مسافت در حدود 70 متر ثبت کرد، آن هم در سن 36 سالگی. با این ترتیب در آسانه برگزاری بازی های المپیک توکیو فاوق ستاره پرتغالی ها نشان داد که میتواند با ستاره های 200 متری دنیا در این رویداد بزرگ هم رقابت نزدیک داشته باشد، چیزی که البته بارها پیش از این نیز آن را ثابت کرده بود. شب گذشته در ادامه مرحله گروهی رقابت های یورو 2020 های اسپانیا و لهستان به مساف هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید. در این جدال ابتدا موراتا بود که در دقیقه 25 لارخا را پیش انداخت، اما این گل در دقیقه 54 بازی توسط لواندوفسکی پاسخ داده شد و باز هم در نهایت بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. با این ترتیب لیوا که همیشه مورد انتقاد مردم کشورش به خاطر عدم درخشش در تیم ملی قرار می گرفت، سرانجام پس از مدت ها طلسم ناکامی را شکست و برای پولندی ها موفق به گلزنی شد. مرد سال فوتبال جهان در سال 2020 پس از جام جهانی 2018 تا کنون موفق به گلزنی برای لهستان نشده بود. او در اولین بازی تیم کشورش در این رقابت ها برابر سلواکی نه تنها گل نزد، بلکه حتی یک شوت مستقیم به سمت دروازه هم نداشت. طبق آمار تا پیش از بازی مقابل اسپانیا تا 12 بازی لیوا تنها دو بار موفق به گلزنی برای لهستان شده بود که آمار بسیار ضعیف برای بهترین گلزن باشگاه فوتبال اروپا در فصل 2020-2021 به شمار می رود. گفتنی است که لواندوفسکی با گلزنی در بازی دیشب برابر اسپانیا به اولین بازیکن تاریخ فوتبال لهستان تبدیل شد که در سه جام ملت‌های اروپایی متوالی موفق به گلزنی می شود. او همچنین در کنار رونالدو تنها بازیکن است که در سه یوروی متوالی اخیر گل زده است. تیم ملی هلند در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا درخشش بسیار خوب داشته و در دو بازی که در ورزشگاه آمستردام آرنا برابر اوکراین و اتریش انجام داده است، موفق به کسب 2 پیروزی شده و با 6 امتیاز صعود خود را به دور بعدی قطعی کرده است. این تیم که ستاره‌های خوبی در ترکیب دارد، به لطف درخشش همین ستاره‌ها جزو مدعیان است و شانس زیاد برای فتح یورو دارد.
در این میان فرانکی دیانگ هافبک خلاق این تیم یکی از بازیکنان است که در میانه زمین درخشش بسیار خوب داشته و توانسته بیشترین دریبل را در رقابت‌های یورو داشته باشد. در واقع دیانگ تاکنون با 10 دریبل موفق بهترین دریبل زن رقابت‌های یورو است. الکساندر ایساک مهاجم تیم ملی سوئد با 8 دریبل دوم است و پس از او کیلیان امباپه با 7 دریبل قرار دارد. دیانگ در حال به این آمار رسیده است که فصل گذشته در بارسا نیز بسیار خوب بود و آمار درخشان از خودش به جا گذاشت. شب گذشته و پس از توقف اسپانیا مقابل لهستان، بازی‌های دوم از مرحله گروهی رقابت‌های یورو 2020 به پایان رسید و دیدارهای پایانی نیز امشب آغاز می‌شود تا چهره تیم‌های رایافته به مرحله بعدی این تورنمنت مشخص شود. اما در زمان برگزاری این تورنمنت، بخش فدکس پرفورمنس زون یوفا اقدام به انتخاب بهترین بازیکنان این تورنمنت بر اساس الگوریتم طراحی شده ویژه کرده است تا با استفاده از داده‌های مسابقات بهترین بازیکن را انتخاب کند. نوع کارکرد این بخش بدین صورت است که به هر بازیکن یک موقعیت تسلی درون زمین اختصاص داده می‌شود، جایی که انتظار می‌رود بیشتر اوقات در آن منطقه بازی کند. بازیکنان در پست‌های دروازه‌بان، مدافع، هافبک و مهاجم تقسیم بندی می‌شوند. داده‌های در نظر گرفته شده برای هر بازیکن مخصوص پست آنها در زمین است. به عنوان مثال کلینشیت، تکل و توپ‌های بازیابی شده آمار اصلی بازیکنان دفاعی محسوب می‌شوند. در حالی که گل‌ها، پاس گل‌ها، پاس‌های سالم و پاس‌های کلیدی از معیارهای مهم هافبک‌ها و مهاجمان هستند. در پایان دور دوم مسابقات یورو 2020 مانوئل لوکاتلی پدیده ایتالیایی این تورنمنت بالاتر از تمامی بازیکنان با کسب 38134 امتیاز در صدر قرار دارد. این بازیکن در دیدار برابر سوئیس دو گل به ثمر رساند و دو بار نیز برای گلزنی تلاش کرد. او در دو دیداری که برای لاجوردی پوشان به میدان رفتن 92% پاس سالم داشت، از ضمن اینکه 19.4 کیلومتر در این دو بازی دویده است. بازیکن ساسولو همچنین بالاترین سرعت که از خود در این تورنمنت به ثبت رسانده 27 کیلومتر بر ساعت بوده و در حالی که پیش از آغاز یورو در رتبه 83 قرار داشت. در پایان هر دو بازی‌های گروهی در صدر جدول ایستاده است. پس از لوکاتلی، کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی ایستاده است. او مقابل آلمان یک گل زد و پاس گل نیز داد. او که در این تورنمنت 3 گل است، 88% پاس‌هایش سالم بوده و در این بازی‌ها 6 بار برای گلزنی اقدام کرده است. ستاره یوونتوس بالاترین سرعتی که از خود در این رقابت‌ها به ثبت رسانده 28.8 کیلومتر بر ساعت بوده است. او یک گل با پای راست و دو گل با پای چپ به ثمر رسانده و همچنین رتبه 48 به دوم جدول برترین بازیکنان اروپایی رسیده است. در این بخش روبین گوسنس مدافع آلمان، میلان اشکرینیان مدافع سلواکی و پاتریک شیک مهاجم جمهوری چک در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حضور روملو لوکاکو در رتبه 56، مودریچ در جایگاه 63، پال پوگبا در رتبه 92 و عدم حضور کیلیان امباپه در میان 100 بازیکن برتر این تورنمنت از نکات جالب توجه است. صحنه ایست قلبی کریستیان اریکسن در بازی دنمارک برابر فنلند در سراسر جهان بینندگان را شوکه کرد. تصاویر از سابرینا همسر کریستیان نیز در تمام رسانه‌های دنیا منتشر شد که در کنار زمین نگران جان او بود و اعضای تیم ملی دنمارک از جمله سیمون کیایر، کاپیتان دنمارک و کاسپر شمایکل دروازه‌بان این تیم به او دلداری می‌دادند. یک هفته پس از اتفاقات بازی دنمارک و فنلند، پس از ترخیص شدن اریکسن از بیمارستان، سابرینا برای نخستین بار درباره حال کریستیان اریکسن و همچنین اتفاقات آن روز با گاتادول اسپورت صحبت کرده است. سابرینا گفت: کریس خوب است. حالا در خانه هستیم و کم با آرامش و سکوت نیاز داریم. کریستیان اریکسن که مجبور شده است یک دستگاه ضربان‌ساز ICD در قلب خود کار بگذارد، پس از ترخیص از بیمارستان روز جمعه به همراه خانواده‌اش نخست به دیدار اعضای تیم ملی دنمارک رفت. گزارش شده است که اریکسن دست در دست پسرش به هتل محل اقامت تیم ملی دنمارک رفته است. طبق گزارش گاتادول اسپورت، اریکسن به همراه خانواده‌اش اکنون در شهر اودنسه دنمارک حضور دارد. درباره آینده فوتبال این بازیکن در هفته‌های آتی توسط مدیران انتر، تیم پزشکی و خود اریکسن تصمیم گیری خواهد شد. گزارش شده است که باشگاه انتر از فدراسیون فوتبال دنمارک درخواست کرده است که پرونده پزشکی اریکسن در اختیار آنها گذاشته شود. همچنین گفته می شود که ماه جولای و وقتی که اریکسن به میلان بازگشت شد، در مورد معاینات قلبی و عروقی بیشتر قرار خواهد گرفت. تنها آن زمان است که مشخص خواهد شد آیا فوتبال کریستیان اریکسن به پایان رسیده و یا این بازیکن می تواند به کار خود ادامه دهد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.